نام بهزاد هستم، 30 سالمه، متولد اصفهان، بزرگ شده اصفهان. داشتم روز فکر کردم که وقتی اسم اصفهان میاد چی تو ذهن آدم شکل میگیره. تو ذهن من یه چیزایی مثل میدون نقش جهان، 33 پل، بناهای تاریخی و شاید هم اینکه میگن اصفهان نصف جهانه، اولین چیزایی که تو ذهن میاد. امروز با هم بریم ببینیم که تمدن و فرهنگ ما توی اصفهان چه المانای چه شاخصایی داره و چه چیزایی میتونن به ذهن بیان وقتی که اسم اصفهان میاد. امروز با هم دیگه به این چالش ذهنی یا به این سوال ذهنی من پاسخ میدیم. میدون نقش جهانی که جدای از معماری فوق‌العاده‌اش و عناصر کالبدی مثل مسجد جامع عباسی، عالی قاپو، سردر قیصریه و مسجد شیخ لطف‌الله، مغازه‌های فوق‌العاده‌اش از نظر معماری و کار کرد، جدا از همه اینا برای ما اصفهانی‌ها پر از خاطر است. منی که خاطرم از وقتی بچه بودم آرزوم این بود که سوار این کالسکه ها بشم، یه عکس باشون بگیرم و این تجربه مثل تجربه سوار شدن یه بنز بود برای ما. بازار مسگرا رو اینجا داریم، اون طرف سمت شیخ لطف‌الله بازار آهنگرا رو داریم، سمت خود سردر قیصریه بازار عطارا رو داریم، بازار کفاشا رو داریم، بازار لباس فروشا رو داریم. این بازارا هنوز دارن به روز کار میکنن و مردم های احتیاجشون رو میان همینجا تامین میکنن. علاوه بر وضعیت توریستی که به اصفهان میده این بازارها و رونق میده به اقتصاد گردشگری اصفهان، توی زندگی روزمره اصفهانی هم نقش پررنگی رو داره. سلام آقا. سلام، حال شما؟ خیلی خوش آمد. وقتتون بخیر، خسته نباشید. خب میخوایم امروز با گیوه آشناتون کنیم، یکی از موارد فرهنگی اصفهانی ها. ما خیلی به گیوه از قدیم علاقه داشتیم، حالا چند سالی هست که مدرنیزه شده و دیگه از اون حالت سنتی یه مقداری فاصله گرفته، هرچند که هنوز سنتیش هم تولید میشه. نه والا قبلا گیوه های از اون نمونه کارو بودن. بله، اونا اکثرا رویشون روی یه گیوه از بود که ترکیب چند تا دونه نخ با هم دیگه بود. بله، کفاشون مدل های سفتر یا کف تخت اصطلاح هم بهش میگفتن که استخون کار میشد، متر خاله کوفته شده، چرم یا مدلای دیگه. بله. امروز فرق کرده روی یه کار الان یا نخ پنبه است یا نخ ابریشم. اون قدیمی ها میشه نمونه شو. بله بله، قدیمی ها براتون میارم. بله، همون جوری که میبینید مدلای زیاد کلاه نمدی، اینا هم کلاه نمدی هن. بله، حالا میان برامون توضیح میدن کلاه نمدی هم، یه توضیح راجبش برامون بدید. این هم جزء فرهنگ اصفهانی هاست. قبلا عبا و شال و کلاه نمدی و گیوه و اینها، اینا جزء پوشش اصیل اصفهانی. اینم کیف گیوه اصیلی هست که کار میشده، کفیش چرمه. این درسته؟ بله، این کفیش چرمه. این گیوه رو من اتفاقا از قصد آوردم که این توضیح خدمتتون بدم. بله. این گیوه دیگه تولید نمیشه. آها. به خاطر اینکه اینا رو پیرمرد و پیرزنای قدیمی توی دهاتای مختلف میبافتن. بله. امروز یا رحمت خدا رفتن، بچه‌هاشون هم دیگه دنبال شغلای اونا نمیدن. خیلی هم کار ظریف و سختی. دقیقاً این جزء گیوه‌هاییه که پارسال متوجه شدیم که اون بنده خدایی که درست می‌کرد رحمت خدا رفته. بله. به خاطر همین بیماری کرونا خدا رحمتش، و دیگه واقعا تولید نمیشه. خیلی هم عالی، دستتون درد نکنه آقا، متشکرم، خیلی لطف کردید. خیلی خوشحال شدم. دستتون درد نکنه. سلامت باشید. خب بریم که یکی دیگه از چیزایی که وقتی اصفهان میاد اسمش وسط توی ذهن شکل میگیره رو براتون معرفی کنیم. صنایع دستی، میناکاری. بفهم آقا. سلام عرض شد. وقتتون بخیر. خوب هستین؟ سلامتی. آقا میخواستیم که راجع به این میناکاری یه توضیحی برام بدین که چی هست، چه جوریه، چقدر قدمت داره. سلام، افتخاری آقا. اختیار دارین، بفهم. هنره میناکاری که یکی از هنرهای قدیمی ایرانی و متعلق حالا به اصفهانه. بله. متریال اصلی این کار جنسش از مسه. بله. به این صورت مسه و همی دارن برجستش میکنن
بعد یه لیلا آب میخوره، لیلا آب سفیده که روی مس کام خورده، بعد میان خطوط اسلیمی و خطایی روش انجام بله همه هم 800 درجه داخل کوره میره که پخته یه پخته میشه دیگه، رنگش دیگه به گروه زمان دیگه از بین میره و ماندگاره. این مختص اصفهانه دیگه میناکاری. بله و اون فیروزه کوبی ها چه جوری هن؟ اون هنر فیروزه کوبی هم که فیروزه هاش از معادن نیشابوره که میاد اصفهان و این سنگ رو دونه دونه کنار هم میچینن و یه سابی میخوره روش که یک دست میشه و بعدش هم که دیگه پرداخت. خب حالا شما به عنوان اصفهانی وقتی که اصفهان اسمش میاد وسط چی تو ذهنتون میاد؟ یعنی چه چیزایی وقتی که توی جمعی هستین یکی میگه اصفهان اولین چیزایی که به ذهنتون میرسه چیه؟ چه جوری این فرهنگ اصفهانی براتون شکل میگیره؟ این اصفهانا مردم اصفهان ساختن. بله و مردم اصفهان هم آدمای سخت کوشی هستن، یعنی آدمای سخت کوش. حالا تو بر همه مسائلی که توی این شهر جریان داره، حالا یه سرشون که هنرمندن، یه سرشون صنعتگرن، اما چیزی که به ذهن خودم میاد و تو جامعه هستم آدمای سخت کوشه. بله پس شما میگی مردم مهمترین. بله اصل مطلب بله. که مردم. بله یعنی هر جایی و خود همین کشورمون ایران هم مردمش ایرانش کرد. خب اینم که یکی از خفن ترین یا خفن ترین خاطرات ما اصفهانیاست. یعنی شما امکان نداره بزرگ شده اصفهان باشین آرزو نباشه تو بچگی که سواری اسب بشی. اومدیم و سوار اسب شدیم و فکر کنم شاید 20 سال پیش من این تجربه رو داشتم، 10 سالم که بوده. اینجا مقبره یکی از برجسته ترین هنرمندان دوران صفوی، بزرگترین خطاط دوران صفوی، مقبره میرماد حسنی قزوینی که ایشون خودش مبده یه خطی بوده به نام خط میر. اینقدر خط ایشون و خطاطی ایشون ارزشمند بوده که تو زمان خودش با طلا عوض می‌کردن این خط و به همین دلیل ایشون بسیار ثروتمند میشه. دولت‌های مختلفی مثل دولت گورکانیان هند و دولت عثمانی به دنبال خط به دست آوردن شیوه خطاطی ایشون بودن که این سبک از آن خود کن. میرماد حسنی قزوینی که مدفون هست در مسجد ظلمات یا ظلمات اصفهان. آقا سه تا بریم می‌خواستیم. بله بریم سالون. بفهمید. گفتم بهتون بریونی اسم جاییه که میان بریون میخورن، غذا اسمش بریونه مثل کباب و کبابی. بله بریونو بریونی درجه یک اصفهانو آبگوشتی بریونو خورش ماستم که از غذاهای قدیمی اصفهانه، بسیار خوشمزه، غذای شیرین، تلفیق گوشت و ماست و عرضم به حضورتون زعفرون. اگر غذای شیرین دوست داشته باشید یکی از خوشمزه ترین غذاهای شیرینه در کنار فسنجون و بقیه غذای سنتی ایرانی. حالا میگیم بریون چیه؟ بریون گوشت درجه یکی راست رو چرخ میکنن، کبابش میکنن و توی ظروف مخصوص. اینم ششه، شش و بریون. برای اینکه با خورش ماستم آشنا بشین، بله گوشت رو توی یعنی شما قشنگ گوشت رو حس میکنین، گردو پسته داخلش میریزم، خیلی مقوی و خیلی خوشمزه است. جاتون خالی.
هویت اسپانیا یه جورایی میشه گفت تو غذا با بریون تعریف میشه. خیلی هم غذای ریشه داریه، از دوران زرتشتیان بریون درست میکردن و واقعا کار سختی هم هست. حالا اگر که اینم بریون شاد دنبال کنیم که اسپدینی ترین نهره تپ و پخته شده بینیم مجرب ترین بریون اسفان. ما غذامون رو خوردیم و اومدیم 33 پل، پل الله وردی خان وزیر معروف شاه عباس. این پل برای اصفهانی ها و پل خواجو یه تصویر ذهنی خیلی پررنگه، جاییه که چهارباغ عباسی رو به چهارباغ بالا متصل میکنه و تقاطع رودخونه است در واقع با چهارباغ. میشه گفت که همه اصفهانی ها، شاید تمام توریست ها، حداقل یه دونه عکس اینجا دارن. کسی که از سربازیش میاد، کسی که میخواد ازدواج کنه، کسی که میخواد عکس یادگاری بگیره، همه نقبی به 33 پل میزنن و میان و عکسشون رو میگیرن. همه ما باش خاطره داریم و هر جای دنیا باشن 33 پل و پل خواجو تو ذهنشون حک شده. واقعا حیف که رودخونه خشکه، وگرنه میتونستیم زیبایی 33 پل رو توی رودخونه و انعکاس این دریچه ها رو توی آب ببینیم و ببینیم که چقدر معماری شاهکاری داره. متاسفانه با این وضعیت خیلی اون عظمت و شکوه مشخص نیست، به خصوص توی شب. یادم هست که اینجا باقالی هم توی فصل سرما یکی از اون چیزایی که اصفهانی ها خیلی دوست دارن و اینجا یک چایخانه سنتی زیر پل بود. من خاطرم از بچه بودم 10-12 سالم و عاشق این بودیم که بیایم اینجا باقالی بخوریم، چای بخوریم و لذت ببریم از 33 پل.